منم یاد خدا و به عرض سلام. سلام خدمت تک تک شما خوبانه که می اکنون بینیدیم با هستین. هموطنان مهربان، سپاس از زمینگت و کمک و همکاری شما. خوشبختانه هر روز کمک و همکاری شما و جوان ها، نوجوان ها و همچنان مادرای گرامی، پدرای گرامی و خواهرای محترم دلسوز و مهربانه که در بیرون داریم و خصوصا مادرای مهربانه که تماس میگیرن در بیرون داریم، به خاطر کمک همکاری همه روزا در برنامه های ما میپیوندن و خانواده هایی که معرفی میکنن ما سر میزنیم و اگر مستحق بودن انشاءالله کمک همکاری و امداد رسانی میکنیم. این خانواده هم یکی از هموطنان ما از بیرون کشور برای ما معرفی کرده بودن و کسایی که معمولا به تماسشون بنابر تماس فامیلار روان میکنن و ما هم بعد از بررسی و دیگه نیازمند هستن یا نیستن سر میزنیم، اگر نیازمند بودن اینچنین میم کمک همکاری میکنیم. پس تاخیر ما را همراهی بکنیم، ببینیم که ها کمک کردن و کسایی که بر ما پول روان کردن دست ما را باز مانده و اینچنین خانواده ها اختصاص میدیم، ما را همراهی بکنیم. کدی که زندگی میکنی اینجا؟ اینجا شش اولاد دارم. ماشاءالله. میگه این همشیرین نو آوردن. خواه. از خاطر این تکلک. خانم تو کجاست؟ خانم شهید چه؟ خانم تو شهید چه ده؟ تفلک از کیست؟ خانم تو کجا شهید چه ده؟ من دم تو میتیر. دم شبخانه داشته برچی؟ این تفلک هم هست؟ بعد چند روزی پیش ما در جستجوی تو بودیم که کسی را پیدا بکنیم که در صفانه دشت باشی از دست داده باشه. در ماه مبارک رمضان قربانی دیگر دادن. این اطفال نازنینی که شما میبینین در این ماه مبارک رمضان در دهه اخیرش مادر خود را دست دادن و طفلک نازنینی که جدیداً چشم به جهان باز میکنه و مادر خود را نمیبینه و از دنیا میره. بریم به ماجرای بیشتر از زبان خود قربان بشنویم. قربان هم به عالم از مشکلات هست و ببینیم که چه مشکلات دارن. اولا قربان عزیز خسته نباشین، زندگی سرتون باشه، تسلیت براتون. قربان بین از حادثه قصه بکنین که چگونه به وقوع پیوست و شما کجا بودین و چه قسم خبر شد؟ من ساعتی 9:50 دقیقه بود همینجا موبایل زنگ آمد. باز خودم کنار موبایل نبودم، این دختر کلانی بود، گفت مادر من زنگ زده. دیگه یکی گوشی رو جواب داد،
گفتین چه این تئوری آمده ما میخواییم بیم خانه. دیگه ما در این فکری که اینا مسلح باشه اینا نبودم. ما گفتم بگو بیا. دیگه او از اونجا گفته که دو تا فیلمو رو داشتیم اینجا در گوشه حیات گفته. یک از رو نظر دیست بکش. دیگه ما رفتم اون فیلمو رو نظر دیست کشیدم آمدم دیگه زنگ زدم. گوشیش جواب نداد گوشی خدا. دیگه این بچه کالا نیم رفته بود پشت نان. نانی که دولت میداد. بازی که آمد یک شماره از بیمارستان پیش ازی بود دو زنگ زدیم. دیگه او خاموش بود. دیگه از اون اونجا این رو گفتم برو تو پیشتر. این رفته بایسکل خود سوار شد رفته ما از دنبالش رفته. باز در وسط های را پیشتر رسیده بودم که همی این زنگ زد بریم که اینجا انتحاری آمده جنگ میکنه طالبان است. دیگه یکی از این دوست ها هم در را برابر شدن مرا رفت و نمان گفت تو که حالی اونجا بوریم تو را را نمیتا از امی سرک پایین رفت و نمیمانه گفت رفتن این بخواهیده است و یا برو خانه. دیگه من خواه آمدم خانه. دیگه فشار خونی من بالا بود. دیگه مریضی های مثل قند و چربی خونی نام داشتم. دیگه اینم اینجا خواه شدم. دیگه بچه ایم که سه تا فامیلا رفتن در هر شفاخانه ای که امکان داشته باشه که زخمی شده باشه اونجا برده باشه. دیگه تا چهار نیم پنج بجه را دنبال از اونا گشتن. دیگه پنج بجه یه خود از بچه زنگ میزنن در شماره مادر خود که یکی دیگه گوشی رو جواب میده که شما چی میشین دیگه. یه بودم ما بچه ایش هستم باز گفته اینجا مادر شهید شده در تیبتی هست. دیگه ای برای ما زنگ زد گریان کرد که اینی رقم قصه شده. دیگه ما خودم باز زنگ زدم این گوشی رو جواب داد گوشی ما چیش میشین. ما شوهرش هستم گفت که اینم اینجا خانمتون شهید شده همین تذکریش رو بیارین ای را تحویل بگیرین. دیگه ما همین فامیلا رو زنگ زدم اینا رفتن اونجا او رو شناسایی کردن. باز فردایش از اونجا او رو تحویل گرفتیم بودیم دمی تا پیش آداد در نخواه کردیم. من رحمت رو فعلا امی دخترتان مانده؟ بله امی دخترتان زنده مانده سپر خدا. فردایش چند روز بود؟ جدیدن تازه به دنیا آمده بود؟ نه یه هفت روز پیش به دنیا آمده بود. دیگه همی مشکلات تنفسی داشت. میگفت قند خونش پایین است. نمفهمیدی سخی جان چی میگه؟ سخی جان خوب هستی؟ خب چی میگفتی؟ دختره که با احساسه که چشمایش عشق گرفته و شاید مادرش یادش به جلالش نام تو چی هست؟ سلام. چرا گریه میکنی جلالش؟ ها؟ مادر دست هم رایتان همین لحظه کل ما رو میبینه. نه دیگه گریه نکن شکر خدا پدرت هست و خوارکایت هست. تنها تفلک های میتیم نشد. من خودم کلی چیزیم دستی او بود تا اوال میکرد. من خودم هم تفلی کچی گوری بودم پیشش. خودتان چه شده است؟ خودتان قصه بکنه قربان عزیز. 8 سال پیش در ایران در چاف دیدم یک موری کمرم شکست. جا با جا هستم دیگه. تا زانو رئیس داره زانو پایینم هیچ نداره. یعنی خیلی هم که را بگردم این نظام این سر چهار خانه گرد تو بیرون برم دیگه بس. پس بیایم خانه دیگه از اونجا بکشتنه. خانم تا چی کار میکرد؟ خیاطی. کار بای خیاطی داشت؟ کار بای خیاطی داشت. دو تا شاگرد سلیب سرخ داشت دیگه. بقیه هم چیز مصارف خانه رو خانه بطار میدم. آه
به کسایی که کار کردن، به کسایی که نه تنها او خانواده را گفتن خودشان اولادشان شد نان از این خانواده گرفتن. یعنی خانمشان تنها نانآور خانواده بود. شما میبینید شاید کارگاه خیاطی کار میکرد در کارگاه خیاطی و یک لقمه نان برای این خانواده میآورد. شش طفل داره و واقعیت نمیفهم چی بگم. انسانیت خیره نمیپذیره، اسلام خب به کلی نمیپذیره. و یا اینا بود نمیخوایم دیگه سو حرفایم بره، اما واقعیت خیلی دردآور است و خصوصا این اطفال نازنین را که میبینی هر کدامشون عقده ای در دل دارن و مجبور هستن با گریه کردنشان هشک بریزن و دل خدا آرام بکنن. و قربان هم میبینین با این وضعیت است و روزگار نه چندان خوبی داره و تنها نانآور خانواده هم خانمشان بوده و خانمشان کار میکرده و یک لقمه نان آورد اینجا میره. روزگار چه قسم است قربان عزیز؟ روزگار چه رقم پیش میره؟ والا تو پیش از قرنطین خوی نمی میرفتیم کار میکردیم میاردیم هم اینجا مصرف خانه میشد. خودتان کار میکردی؟ خودم چی کار میکردی خودت؟ گای موبایل داشتیم. خب ماشاءالله. آره هر دو تایم که صبح میبرامدیم شب خانه میامدیم دیگه. یعنی میدونیم از کرای ازی خانه بود پیلی و برقی نمیشد. خلاصا اینی می سرسر میکردیم دیگه. دمی قرنطین که تعطیل شد ماندیم. جوان با همت و اینچنین روزگار هم دکان موبایل سازی داشته و ترمیم های موبایل و موبایل ترمیم میکرد. حالا قرنطین دکان بسته است. بله. کارم نیست. نه. بر خوردن بر خانه چیزی هست که زندگی پیش بره قربان عزیز؟ والا کم پیشه که هم خیرین کمک کردم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. دوست عزیز من یادآوری بکنم که همه قسمی که یادآوری کردم در داندر و زکر تیم ما تحقیق کردن و ما با کودکای دیگه هم که در سمت دشت بچی و شفاخانه دشت بچی مادرهای خود از دست دادن و بی‌سرپناه شده بودن کمک همکاری داشتیم. ما جدیدن با قربان آشنا شدیم و میخواستیم که انشاءالله در برنامه بعدی حتما بر این کودک حتما شیر خوش و پس چیزا خدا آوردیم با کمک همکاری شما. کسایی که میخواه حمایه بکنه این خانواده را با کمک هم دائمی دادرسانی و همکاری داشته باشن انشاءالله میتونه همراه ما تماس بگیرن. ما در خدمتشان هستیم و با اینترنت به شما با این خانواده وصل توزین چه از طریق ما چه از طریق خودشان. فقط هدف کمک همکاری است. قربان عزیز دکان چه رقم کرام میتونی اینجا وسایل داری نداری؟ ولی کرام میتونم وسایل وسایلی مثل چارجر از دیگه پا فروشی ندارم. خب اگر یک زمینه دکان برات مساعد شه و جا به جای کار تا بکنی انشاءالله میشه؟ انشاءالله میشه. از زایدلی که میخواین اینا رو هم اسپانسر بکنن حمایه بکنن میتونن کمک همکاری بکنیم که بر قربان یک زمینه کاری رو مساعد بسازیم تا بتونن این خانواده خود نان بتن و حداقل همی اطفالش سرپرستیش بکنن و روزگار خوبتر و خوبتر داشته باشه. خدا من مهربان است قربان عزیز. بازم دوستان یک مقدار کمک همکاری کرده بودن برای شما که از طرف خواهر ما فاطمه حقجو مبلغ 5000 افغانی و همچنان از طرف خواهرک های مهربان ما و ناز که در برنامه ما در ماه مبارک رمضان کمک کرده بودن یک مقدار کمکشون رسیده بود در ماه مبارک رمضان و یک مقدار دیگهشون باقی مانده بود. ان شاء الله من نمایشان میگیرم و مبلغ 15000 افغانی روان کرده بودن. هیلا جان، الیاس جان یوسف زای حتفال خرساله هستن و همچنین از طرف فرجان یوسف زای و همچنین از طرف مروه جان و تبسم جان رحیمی از جرمنی روان کرده بودن که مبلغ 9500 افغانی از طرف اونها و مبلغ 5000 افغانی هم از طرف خواهر ما فاطمه حقجو. سلامت باشن که من پلایشان انشاءالله تقدیمشان میکنم. یکی دو سه چهار اینی هم 5000 از طرف فاطمه حقجو برادر برتون. مبلغ 9500 افغانی هم از طرف ایلاجان، فرجان، الیاجان و خانواده رحیمی. سلامت باشن که یک مقدارشان پیش ما باقی مانده بود بعد معذرت چون که اولای ما بیشتر بود یا کمک امداد رسانی ما نتونستیم رسیدگی کرده پولتان باقی مانده به شما خواهر گرامی. اما برنامه دیگه تان هم ثبت شده در ماه مبارک رمضان. یکی دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو 9100 200 300 400 500 9500 از طرف اونا. اینی هم 9500 برادر از طرف اونا الیاس جان و همچنان خانواده رحیمی و فرجان. یک دعای خیر از زبان شما برای نامش نمیم و تا که یک مقدار کمک همکاری دیگه هم صورت میگیره انشاءالله ما در خدمتتون هستیم. بله میره شکر. سلام دوستان ما رو بالا میکنیم. یک دعای خیر از زبان شما مشته. آها خداوند برای کلشان الهی همین صحتمندی جان جوری و سرفرازی بتن انشاءالله در همه زندگیشان موفق باشن.
سلامت و سر حال باشه. بله خداوند متعال قبول و مقبول بگردانن و کسی کمک همکاری کردن خداوند اینا گرفتن دست این خانواده را گرفتن خداوند دستشون را بگیره و در روز محشر روز آخرت سربلند باشن و کمک و صدقه شما به جای نخواهد بود و خداوند متعال حتما پاداش نصیبتان میکنه و کسی که امروز صدقه خیر داره خداوند متعال همیشه بر خیرخواه و سربلند و موفق داشته باشه الهی همین و خصوصا کودکای نازنینی که در برنامه ما کمک همکاری میکنن خداوند متعال خیر نصیبشان بکنه. دختره خوردن چیزی کمبود نداره چیزی ضرورت داره داره شیر خشک و پامپرس چیزا نه شیر خشک فعلا خوب گرفتم برایشان کم پیش هستم. خداوند مهربان است انشاءالله سلامت باشین خوش خوشحال باشین. تشکر میکنیم از شما هموطنان مهربانم که همیشه همراه ما کمک همکاری کردین. سلامت باشین تا برنامه بعد به دیدار بعدی شما رو به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب روزتان خوش. پل ارتباطی میان ما و شما مثبت 93 782 92 9072. بازم تکرار میکنم مثبت 93 782 92 9072. اگر راه حسن است که همراه وصل شوین در کابل هم امروز از خاطر کرونا آفیات بیشتر و بیشتر است. خداوند متعال این مرضی و این آفت هم دور بسازه. دعا میکنیم هر یک ما در هر گوشه ای که هستین خوش و خوشحال سربلند باشین. پیروزی ما و شما اتفاق هم بس دیگر وزیری و هم بستگی ما هست. شاد خورم سر حال باشین.